درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهقانپور هستم در این پنجشنبه 8 اردیبهشت 28 آوریل. این سی دی زمینه را برای ایجاد فرقه جدید مهیا می کند و از نظر سیاسی نظام را به چالش کشیده است. گفته های کارشناسان در نشست بررسی مستند ظهور بسیار نزدیک است از سوی نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران. در کجای کتب اسلامی آمده که سید خراسانی قاتل جان و مال و ناموس مردم بوده و شعیب ابن صالح دروغگو بوده است و با سید خراسانی وارد جنگ قدرت می شود؟ ای علما، راه خود را از سلطان جائر جدا کنید. بیانیه جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف. و نقش رهبری در حفاظت از نظام انکارناپذیر است. علی لاریجانی به نقل از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید آنچه در جبهه نبرد با اسرائیل ما را پیروز کرد فضای معنوی بود که با عنایات آیت الله خامنه ای در جبهه های ما شکل گرفت. ده سال است که در حوزه علمیه قم مرکز تخصصی مهدویت تأسیس شده است. در دو دهه اخیر واعظان و مداحان بسیاری به ترویج مبانی فکری ظهور امام زمان پرداختند و شخصیت‌های برجسته نظام اعمال و رفتارشان را به مهدویت پیوند می‌زنند. در فضای مجازی ده‌ها سایت و وبلاگ فارسی و عرب زبان از تعیین زمان ظهور و یافتن علائم آن می‌نویسند. در نشست دیروز دانشگاه تهران حجت الاسلام محمد صابر جعفری عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت گفت اندیشه مهدویت را دو خطر تهدید می‌کند: کسانی که آگاهانه نسبت به آخرالزمان کار می‌کنند و جریان دیگر که لزوماً آگاهانه نیست. حجت الاسلام مسعود پورسید آقایی رئیس پژوهشکده مهدویت و مدیر مسئول نشریه مشرق گفت بحث مهدویت میتواند کمکی برای الگوی ایرانی اسلامی باشد و با نقل روایتی که میگوید جمعی از مشرق زمین قیام میکنند و زمین ساز قیام امام زمان میشوند گفت اگر به ظاهر آن نگاه کنیم ایرانی ها به عنوان ساکنان مشرق زمین مطرحند و باید انقلاب ما و این کلیت مورد نقد و بررسی قرار گیرد. حجت الاسلام علیرضا پناهیان چندی پیش در سخنرانی گفته بود خیلی سخت بتوان اثبات کرد رهبر جمهوری اسلامی سید خراسانی روایات ظهور امام زمان نیست. ریشه مهدویت در کجاست؟ چه افراد و گروه‌هایی در پشت پروژه ظهور زود هنگام امام زمانند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ آیا موعدگرایی و مهدویت احمدی نژاد و مشایی نئو حجتیه جامعه ایران است؟ اینها پرسش‌های امشب افق. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به پرسش برنامه رو انتخاب و بر روی تختسی و منعکس می‌کنه تا همه بهترین پاسخ رو ببینند. سیاوش سعادتیان در گاه شمارش نگاهی دارد به واکنش‌ها به سیاست امام زمانی احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد: حضرت مهدی در سیاست‌های روزمره ایران نقش مهمی را ایفا می‌کند. مهدی کروبی: اینکه مردم از تورم و گرانی آزار می‌بینند به علت مدیریت امام زمان است. علم الهدا امام جمعه مشهد: سخنان رئیس جمهور در مشهد جزء مبانی اعتقادی شیعه است. رئیس جمهوری ایران: سند داریم که آمریکا می‌خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد. رئیس دولت در سمنان: دنیا در آینده بسیار نزدیک آماده پذیرش حضرت مهدی می‌شود. انتشار سی دی ظهور نزدیک است و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از یاران امام 12 شیعیان. ولی اسماعیلی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس:
مدیریت ظهور امام زمان در حوزه وظایف دولت نیست. برنامه امشب آقای آیت الله مهدی حائری سمنانی، دکترای حقوق از دانشگاه تهران، از شاگردان آیت الله خویی و خمینی و هم دوره‌های محمد خاتمی در حوزه‌های قم و نجف. ایشون 5 سال رو به خاطر نوشتن کتاب آیین دادرسی در اسلام درباره ضرورت جدایی دین از حکومت در زندان بودند. ایشون از استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس با ما و شما هستند. و آقای دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی و تاریخ تطبیق ادیان در دانشگاه استریگر ویرجینیا، ایشون در استودیو با ما و شما هستند. درود به هر دوی شما، به افق خوش آمدید. آقای نفیسی، ریشه مهدویت در کجاست؟ ریشه مهدویت در لحاظ جهانی میتونیم بررسی کنیم، در لحاظ اسلام میتونیم بررسی کنیم. در لحاظ جهانی اصولا در یک فضایی که فرهنگ ها دچار بحران جدی میشن و خطر اضمحلال از همگسیختگی اونا وجود داره، ما شاهد ظهور مهدی ها بودیم. البته قسمت مذهبیش به کنار، بنده قسمت جامعه شناسی تاریخیش عرض میکنم. و این رو ما میتونیم از زمان حتی حضرت موسی که مسئله برخورده با مصری هاست، تا زمان حضرت عیسی که روم اشغال کرده اورشلیم رو، تا زمان معاصر ببینیم. و حتی وقتی که اروپایی‌ها با آمریکا اومدن، سرخپوست‌ها دارای مهدی‌های فراوان شدن. و بنابراین اصولاً اینجور مهدی‌گرایی حالت بحران فرهنگ رو باستا میکنه و در اسلام فرق میکنه. البته جناب آیت الله توضیح خواهند داد، ولی بنده مقدمتاً عرض کنم که در کتاب بسیار خوبی که آیت الله مدرسی نوشته درباره صداهای اول، دوم، سوم اسلام، نشون میده که چطور در، یعنی به خصوص در مورد شیعه، نشون میده که چطور در مذهب شیعه در همون زمانی که ما صحبت غیبت امام زمان رو میکنیم، جامعه شیعه دچار بحران بسیار جدی شده. لحاظ این که فکر میکردن که بعد امام یازدهم چه خواهد شد، چون فرزندشون دیده نشده بود. و ما دیدیم که اون نواب چهارگانه بروز کردن و به نحوی مسئله امام زمان رو ادامه دادن و این در واقع جلوی بحران رو گرفت به یک نحوی و به شیعیان امید داد که حال که اینقدر تحت ستم هستن، در آینده نزدیک مهدی ظهور خواهد کرد و اینها رو نجات خواهد داد. و بنابراین در این قسمت هم ما می‌بینیم نقش یک بحران جدی برای فرهنگ یک اقلیت رو میتونیم ببینیم که لحاظ جامعه شناسی عرض میکنم میتونه که باعث شده باشه که تفکر مهدیتی بروز بکنه. آقای حائری، نکته که مهم هست، اگر در مورد زمینه تاریخی مطلبی دارید بفرمایید، ولی پرسش من اینه که چه افراد و گروهایی امروز در پشت پروژه ظهور زودهنگام امام زمان در ایران هم و چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای نفیسی و هموطنان گرامی، هم بینندگان صدای آمریکا. عرض کنم خدمت همچنین که استاد فرمودن، از نظر تاریخی مهدی قبل از اسلام هم بود. مشیها، مسیحا، مهدی، میترا، اینا هم از یه جای سرچشمه میگیره میاد. ما در قرن سوم هجری شیعیان دچار یک بحرانی شده بودن که بعد از غیبت صغرا بهش میگیم، سال 380 خدمتتون عرض کنم که فقیهانی پیدا شدن، علمای پیدا شدن، آمدن در یک فتره 100 ساله میبینیم ده ها کتاب غیبت نوشتن، الغیبه نوشتن، غیبت نمانیه، غیبتی که شیخ صدوق نوشته، غیبت شیخ طوسی نوشته، ابی جعفر، اینا دارن با، یعنی اون سوالاتی رو که مردم در اون عصر، دغدغه های فکری که شیعیان در اون عصر داشتن، اونا رو مطرح میکنن، پاسخ میدن. و اعتقاد به این است که ما، البته ما احادیث داریم از پیامبر ما، مهدی آخر زمان میاد، از نسل فاطمه است، حالا اون اعتقادیش کنار، اما از نظر تاریخی میبینیم که ایرانیان بیشترین نقش در مبانی تدوین مهدی موعود، مهدی که ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و اصلا حکومت از آن حکومت دینی، از آن مهدی است،
اینا رو ایرانی ها نوشتن، تدوین کردن. افرادی مثل فارابی، مثل ابن سینا، بزرگانی چون شیخ صدوق و همین شیخ ابی جعفر محمد ابن حسن توسی متوفا 460 هجری، اینها نقش به سزای ایرانیان بودند که در تدوین مهدویت به اون عصر آمدن مهدی نوشتن. و همچنین اون چهار نایب هم که استاد عرض فرمودن اغلبشون هم ایرانی بودن و یکی از بزرگان خاندان نوبختیان که گیلانی هستن اصالتا، نوبختی حسین ابن روح نوبختی از نواب اربعه بود که به این سمت رسیده بود است. خواستم تاریخش عرض کنم. اما از نظر سوال شما چه کسانی در پشت این قضیه هستن، تصور من این است که انجمن حجتیه در 20 سال گذشته تغییر ماهیت داده است. وقتی زمانی که مرحوم حلبی، آقای شیخ محمود حلبی در بستر بیماری بوده است و مدت‌ها از وظایفش شاید 10 سال نمی‌توانست وظایفش را انجام بدن، حکومتگران، کسانی که اهل شوق سیاست داشتن و ایشون محروم کرده بود، یعنی حرام کرده بود در سیاست برن، اینا وارد صحنه های سیاسی شدن، امام جمعه شده بودن، پست های دولتی گرفته بودن و بسیار شیرین بود بر دهان اونها. آمدن یک چرخش 180 درجه زدن و مبانی مهدویت جدیدی که امروز آقای ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی خدمت عرض کنن که اینها پرچمدار این مهدویت هستند و اون چی که در حوزه علمیه به وجود آمده، عده محققی رو جمع کردن به نام پژوهشی در مورد مرکز مهدویت همه اینا نشأت گرفته از افکار خدمت که مهدویت جدید است که امروز جامعه ما را دچار یک بحران مذهبی کرده، بحران هویتی کرده. بله. و این خطر بسیار بزرگی است و همچنین حربه ای داده به دست دشمنان ایران و اعتقادات شیعه. بله آقای نفیسی، بحث شبیه سازی که علائمی که نشانه های ظهور هست وقتی مطرح میشه، اینا پدیده جدیدی نیستش. یعنی ما برگردیم به دوران صفوی هم این مطلب رو میبینیم، حتی مواردی هست مطرح شده بود که علامه مجلسی شاه اسماعیل صفوی رو در واقع ترک کرده بود شبیه سازی در موردش انجام بده. ولی امروز در جامعه امروز ایران، عصر اینترنت، چطور چنین چیزی از لحاظ جامعه شناسی قابل تجزیه تحلیله که جامعه ای بتونه چنین آمادگی داشته باشه برای پذیرش این حجم از خرافات؟ نگاه کردن این سی دی به دقت بسیار مهمه که خواستای اون کسان که سی دی رو درست کردن، زور بسیار نزدیک است رو عرض میکنم، از پشت این سی دی ببینیم. مخاطب این سی دی من و شما نیستیم، مخاطب این سی دی کسانی است که از این نوع افکار پیروی میکنن و به خصوص کسانی که در حول هوش بسیج هستن، اینها مخاطب این سی دی است. یک دومی که هدف از این سی دی، ببخشید، حتی بحثم بر سر این هست که ظاهراً چند صد هزار نسخه از این سی دی الان توزیع شده و داره به شدت دست به دست میچرخه. مهمتر از این به نظر من، وقتی که آقای احمدی خودش رو شعیب ابن صالح مینامه و در اتحاد با سید خراسانی، در واقع به طور رسمی خودش رو وصل میکنه به روحانیت و بر خودش مقام روحانی در اینجا ایجاد میکنه. موضوع بسیار مهم دیگه این است که وضعیت که جناب عالی اشاره کردید، آیا وضعیت امروز در عصر اینترنت واقعا ایجاب این حرفا رو میکنه؟ باید دید که چه گروه های مخاطب هستن. گروه های مخاطب همیشه مهمن. آیا در گروه های مخاطب این اثر نداره؟ به نظر من داره. یعنی کسانی هستن که واقعا در آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای یک قدیسیتی خواهند دید، لااقل یک شکی خواهند بود که شاید واقعا این باشه، چون همیشه تفکر امام زمانی و آخر زمانی بر اساس یک نوع شک و بر یک نوع ظنه که ممکنه که چیزی باشه، ممکنه نباشه. آقای مصباح که میگه که مقام آقای خامنه‌ای بالاتر از سید خراسانیه، این هم هست. یعنی با ایجاد این شبهه، در واقع اون گروه هایی که هدف این سی دی و این نو سخنان هستن، اینا بیشتر تشویق میشن که در این دو فرد علائم قدسی و آخر زمانی ببینن و این به نفع ایناست. منتها همینجور که
آقای مکارم شیرازی با تیزهوشی معمولی خودش اشاره کرده، میگه که خب اگر اینها درست نیامد که مبانی شیعی مورد شک و تردید قرار میگیره. بنابراین از بین برن اون علائمی که اشاره شده، وقتی از بین برن امید از بین میره. اصلا مبانی شیعی مورد شک و تردید قرار میگیره. بنابراین من میخوام به این نتیجه برسم که هدف کلن سیاسی است و کسانی که پشت این نوکارا هستن به هیچ نوع هدف مذهبی ندارن و حتی از ابزار کردن دین هم فراتر رفتن و به یک نوع شارلاتانیزم رسیدن که این شارلاتانیزم در خود حوزه مورد انتقاد قرار گرفته و خیلی عجیب اینه که مقامات رسمی ایران جلو این کار وای نمیسن. بنابراین نشون میده که بسیار از افراد در این کار درگیر هستن و این اعتقادات رو علاقه دارن که ترغیب و تشویق بکنن. آقای دکتر حائری، نکته ای که مهم است اشاره کردن آقای نفیسی به انگیزه های سیاسی، چقدر در سالهای گذشته سرمایه گذاری شده برای یه چنین پروژه های شما؟ کتابی هم دارید در مورد جمعکران. جمعکران یکی از اماکنی هست که اونجا ظاهرا سرمایه گذاری هنگفتی انجام میشه برای این مسئله. دقیقا عرض کنم خدمتون که من به نظر من انجمن حجتیه یکی از پیچیده ترین و متشکل‌ترین تشکیلات زمان شاه بوده، با پول میلیونی هنگفت اون زمان که اینا خیلی ثروت داشتن، به بازار بستگی داشت. این انجمن هم چنان که عرض کردم از 20 سال پیش آمده در بخشی از سپاه، در بدنه سپاه نفوذ کرده، در بدنه احمدی نژاد، ثمره تلاش 20 سال اون جریان مدویت جدیده در حوزه و خیلی از روحانیون با نفوذی که با آقای خمینی بودن اینا رو کنار زدن، مثلا آیت الله اسد محمد موسوی بوجنوردی، دیگه زیادن، حالا من نمیخوام اسم بگم، مثلا آقای سبل کریم اردبیلی، افراد زیادن، اینا رو کنار زدن، آمدن جای اونا رو گرفتن. آقای خامنه‌ای مرجعیت یا پایگاه حوزوی نداره، یک مبانی باید این آقای خامنه‌ای رو مشروعیت ببخشه میشه در قدرت، دیگه مرجع تقلید مثل آقای خمینی شناخته شده نیست که تا افراد دیگری مشتهدی مثل ماها مثلا راجع به او کرنش کنن بعد قبول داشته باشه حالا مشتهد اگه خطا کرده. درسته، آقای خمینی نیاز به یک وسیله یا ابزار داره. بهترین ابزار به مشروعیت دادن، به وجهه شرعی دادن به آقای خامنه‌ای، مخصوصا بعد از این انتخابات دو سال گذشته که وجهش بسیار خراب شده، از بین رفته در میان روحانیون، در میان مذهبی، همین علم کردن جریان سید خراسانی و انتساب ایشون به جریانات فرض که مذهبی است که یه جریان قدسی برایشون درست کردن. آقا اصلا خدمت کنم حضور امام زمان میرسه، نایب ایشون است و این آقای رئیس جمهور هم که شعیب ابن صالح هست پرچمدارشونه. یه چند تا از این احادیثی رو ما داریم، این احادیث سندیت ندارن. استاد ما آقای خویی میفرمود ما ضعف سندها لا یدل، دلالت اون چنانی بر اینا که این ادعایی که دارن نمی کنه. اینا آمدن با این احادیث خواستن خدمتتون عرض کنم که مصداق خارجی پیدا کنن، بگن بله آقای خامنه ای همون سید خراسانیه، در صورتی که آقای خامنه ای آذربایجانی اصالتا، اصلا خراسانی نیست. دومی که در روایات هست که آقای سید خراسانی اصلا سواد نداره، آدم بی سواده، اصلا برای مهدی قیام نمی کنه، قیام ایشون برای در جهت تقویت مهدی هم نیست، یه آدم شورشی، رهبر گروه شورشی است. والا همه اینا احتمالاً داره که این، چون که این احادیث رو فقط امام باقر و امام صادق نقل کردن، به نظر من به اجتهاد بنده در زمانی که جنگ بین بنی العباس و بنی امیه بوده است، اون ابراهیم، امام ابراهیم که امام عباسیان بوده در کوفه بوده، با امام صادق روابط بسیار نزدیک داشته، با امام باقر پسر عمو بودن، روابط نزدیک داشته، گمان میکنم یک اتحاد نانوشته بین عباسیان و علویان اون روز در جریان بوده که امام باقر و امام صادق در دو سه حدیثی گفتن بله از خراسان، عنوان خراسان داره، خراسان گروهی به سیاه جامگان بلند میشن یا با پرچمهای سیاه بلند میشن، شمشیرهای چنین دارن، بعد اینا حکومت رو میگیرن، از شیعیان خواستن که اینا رو حمایت کنن. در حقیقت این احادیث اگرم درست باشد، اگرم براشون میگم با چشپوشی از ضعف سند اونها، میخواد این مسائل رو بیان کنن، در حقیقت تایید قیام عباسیان بود علیه بنی امیه که بعدها پشیمون شدن، عباسیان در دو دوره تاریخ به امامان ما خیانت کردن، یعنی پیمانشون شکستن دیگه. حالا اینا کنار بذاریم، بله آقای در حقیقت اون مهدوی، آقای جریان مهدویت که آقای خامنه ای
نیاز دارد مهدویت رفرم شده است که عده زیادی همچنان که آقای استاد نفیسی فرمودند بعد در بسیج در مردمانی که کم درآمد هستند بنیاد شهید اونجا نفوذ بسیار زیادی داره، یعنی تحصیل بسیار زیادی گذاشته و زمینه رو داره فراهم میکنه که بله اینا حکومت آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور احمدی نژاد مقدمه ظهور امام زمان هستند. آقای نفیسی اشاره کردم به مسئله انجمن حجتیه با آقای دکتر. نکته که مهم هست این که حجتیه اعتقاد داشت به جدای دین از حکومت، خودشون رو خارج از قدرت در واقع تعریف میکردن، دین فردی در واقع براشون مطرح بود. چطور این قابل تحلیل هست این پدیده؟ اشاره میکنم به یه جور نئو حجتیه، حجتیه دوم جدیدی. تصور میکنم که همچون که جناب استاد فرمودن البته حجتیه نقش داره، ولی حجتیه ماهیتاً با جریان احمدی نژاد اینا فرق میکنه. به لحاظ اینکه حجتیه اصولاً معتقد به ظهور و انتظار بود ولی معتقد به کوتاه کردن دور انتظار نبود. این یک. دومی که حجتیه معتقد که سیاست رو باید از دین جدا کرد مطلقاً و من تصور میکنم هنوز هم بر این اساس باشن، با اینکه تقیه میکنن و بسیاری از اونها مثل آقای مهندس مادرشاهی که مثلا یکی از مشاوران آقای خامنه ایست هنوز در حکومت هم بعضی از اینها هستن، ولی اصولا به این اعتقاد بودن. بنابراین اتفاقا نکات بسیار مثبتی در حجتیه وجود داره که میتونه مبنای یک حکومت سکولار در ایران بشه، که یکی همین مسئله جدا کردن دین از حکومت. البته بنیاد حجتیه غلطه به خاطر اینکه برای مبارزه با بهائیت ایجاد شد و قصد مبارزه، ولی دوباره قصد مبارزه با بهائیت هم باید از در بیاریم. قصد مبارزه خشونت آمیز نبود، بلکه مبارزه بود که بر اساس تنویر افکار و اقناع بود و اینها انصافا در بعد از انقلاب هم دست به خشونت علیه بهائیان نزدند. این حکومت جمهوری اسلامی بود که زد. بنابراین فرقی که این جریان احمدی نژاد داره با جریان حجتیه در اینه، جریان احمدی نژاد اولا خشن و بزن و کوب هست، دوم این که کاملا اعتقاد به مخلوط کردن دین و سیاست داره، سوم این که در واقع معتقده که باید دوره انتظار رو کوتاه کرد و در همین دوران این اتفاق خواهد افتاد که از نظر تمام علمای شیعه جناب آیت الله میتونن اینو برام توضیح بدن، این گفتن این که ما وقتش رو میدونیم یا وقتش نزدیکه، وقت ظهور نزدیکه، اینها علیه اتحادات کل شیعه است. ولی در ضمنان وقتی که ما این رو بررسی میکنیم باید نگاه کنیم که در میان شیعیان هم مسئله امام زمان در میان همش حاکم، مثلا زیدی ها اعتقاد به امام زمان ندارن، اسماعیلی ها اعتقاد به امام، فقط شیعیان دوازده امامیه که اعتقاد رو دارن. بنابراین در کل یک اعتقاد بسیار محدودی است، ولی این رو در این شکل که حجته بیان کرده و در انتظار امام بودن و برای در مدت انتظار امام هم نباید در واقع در سیاست دخالت کرد، بسیار تفاوت داره با اون رویکردی که احمد نژاد مشایی دارن به مسئله ظهور. اشاره میکنن که حتی زمان در ایران که زمان ظهور رو حتی خود امام زمان هم نمیدونه. آقای دکتر، نکته که مورد پرسش هست این که خود شما از معتقدین به جدایی دین از حکومت هستید، چطوری در واقع این پدیده رو میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم با توجه به همین اشاره کردید به جور نئو حجتیه، اون چیزی که الان شما اعتقاد دارید در پشت این پروژه هست؟ بله، من عرض کردم که در حجتیه هم انشعاب شده از 20 سال پیش تا کنون، هستن افرادی که هنوز اون افراد قدیمی هستن اعتقاد به مبانی حجتیه مرحوم حلبی رو دارن، اما حجتیه که فعلا با حق مدرسه افراد مدرسه حقانی اتحاد کردن و خدمتان رو کنم با همدیگر دارن کار میکنن، اینها عقیده دارن که تفسیر کردن. مثلا یکی از اعضای حجتیه گفت که ما نگفتیم که آیت امام زمان زمانی ظهور میکنه که جهان پر از فساد باشه، جهان
همیشه فساد هست. این یعنی تغییر رویه دادن، تفسیر کردن تمام اون مبانی که قبلا داشتن، من جمله عدم دخالت در امور سیاسی و کارهای دیگر. حالا نسبت به سوال شما، ما ایرانی ها اصولا عرض کردم که بزرگترین پرچمدار شیعه دوازده امامی هستیم و بزرگترین پرچمدار مسئله انتظار فرج هستیم. از نظر مبانی دینی، فقهی، مذهبی تا اونجا که بنده میدونم اجتهاد دارم این است که ما اگر قرار باشد کسی بیاد مثل آقای امام زمان اصلا تشکیل یک حکومت دینی انجام بدهد، انتظار فرج مفهومی ندارد. چون ما روایاتی که در مورد انتظار فرج داریم، منتظر باشیم، دعا کنیم، صد برابر سعیتر و بیشتر از چهار تا احادیث دست پا شکسته علائم ظهور است که اونا اغلب اونا جعلیه، سندیت نداره. چرا؟ چون که ما فقیهان ما، بزرگان ما، کسانی که بنیان اعتقادات شیعه رو گذاشتن، آمدن چهار تا کتاب را بهش میگن کتب اربعه که بزرگان شیعه نوشتن، مثل من لا یحضر الفقی، کافی و استفسار و تعذیب که دوتای آخر مال شیخ طوسی ابی جعفر است که بزرگترین فقیه شیعه است. بله. اینا نوشتن و این احادیث در اون کتابا پیدا نمی شود. و همون روزگار سال قرن پنجم هجری شیعیان آمدن قرن چهارم هجری بین دین و حکومت جدایی انداختن. همین فقیهان مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، دیگران آمدن گفتن آقا بله. هر مسائلی که نیاز به جدایی نیاز به سنترالیسم دارد، اجراییات دارد، این در دست دولت است، در دست حکومت باید باشه و بله. اون قسمتی که مربوط به امور فقهی الهی دست روحانیون و مراجع باشد. آقای دکتر اجازه بدین، آقای احمد قابل پژوهشگر علوم دینی در ایران باهاشون صحبت کردیم، میگه که چند مدعی امام زمان این روزها در زندان هستن. گفتگوی سیاوش سعادتیان با احمد قابل در مشهد. ببینید طبیعی است که توی جوامعی که از نظر آزادی ها، از نظر امکانات امیدها کم فروغه، هر گونه امید بخشی این گونه ای میبینید که مردم رو پیرامون افراد جمع میکنه. حتی میبینید مدعیان مهدویت، یعنی اونهایی که مدعی هستن امام زمان هستند یا ارتباطاتی با امام زمان دارن که با حاکمیت هم نیستن و حتی توسط حاکمیت دستگیر میشن. مثلا الان چند تا امام زمان در قم دستگیر شدند و توی زندان نگهداری میشن، ولی به هر حال یه بخشش هم خود حاکمیت بوده که از بعضی از این اندیشه ها چون تطبیق می شده بر حاکمان بهره مند می شده. خب مراجع می بینید حتی تا مراجع نجف هم به موضع گیری وادار شدن در حقیقت، و به خاطر اینکه منافع حکومت ایران فرع بر اصل اعتقادی است که همه شیعیان در همه جای دنیا دارن و متاسفانه این نگاه کاملا نگاه منطقه‌ای و منفعت طلبانه شده و این خاطر خب داده بعضی از مراجع در اومد. آقای نفیسی فرصت خیلی کوتاه داریم، بحث اینه که اگر ظهور اتفاق بیفته روحانیت، نهاد روحانیت موضوعیتش رو از دست میده. بسیار هم اعتقاد دارن که این منجر به این خواهد شد تلاشا که قدرت مردم و جمهوریت اساسا زیر سوال بره. شما چطور تحلیل می‌کنید؟ دقیقاً همینه، یعنی وقتی که مسئله ظهور باشه مسئله مردم دیگه معنایی نداره و فایده اصلی این که ما به آخر زمان حتی اشاره بکنیم و هرج و مرج رو در دوره آخر زمان حتی لازم بدونیم، نتیجه میشه که مسئولیت دولت هیچ میشه برای از بین بردن هرج و مرج و ایجاد رفاه و آزادی و شادی برای مردم خودش. تشکر میکنم از شما آقای دکتر رسول نفیسی. از شما هم تشکر میکنم آقای آیت الله مهدی حائری در لس آنجلس برای شرکتتون در این برنامه افق. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. پاسخهای شما رو روی فیسبوک ما خواهیم گذاشت، متاسفانه فرصت نداشتیم که اونها رو منعکس بکنیم، اما اونها رو خواهید دید روی فیسبوک افق. با ما در تماس باشید و به پرسش‌های برنامه کماکان پاسخهای خودتون رو بنویسید. تا دوشنبه و افق دیگر. ساعت 9:15 دقیقه به وقت تهران، از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای شرکت در گفتگو در فضای مجازی پس از برنامه
به فیسبوک افق بپیوندید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.